همزمان با تحویل سال 1402 بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی کماکان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند به همین دلیل جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی مقابل زندان اوین جمع شدند و یاد عزیزان زندانی خودشون رو گرامی داشتند خانواده و جمعی از دوستان لینوفر حامدی و اله محمدی هم لحظه تحویل سال پشت دیوارهای زندان قرچک بودند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه نگاری هن که به علت پوشش خبر محسو امینی بازداشت شدند و تا امروز در زندانند. نیلوفر حامدی اردیبهشت 1401 هم خبر حمله گشت ارشاد به یک زن و شوهر در پارک پرتیسان تهران رو منتشر کرده بود. در زمان مرگ محسا امینی اون یکی از خبرنگارایی بود که ماجرای مصومیت محسا در بازداشت نیروهای پلیس رو رسانه ای کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی الهه محمدی رم پس از انتشار گزارشی با عنوان مرگ با اسم رمز ناموس بازداشت کرد و اون تا کنون در زندانه منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی فعال سنفی معلمان که با وجود پایان یافتن دوران محکومیتش کماکان زندانیه در نامی به مناسبت فرارسیدن نوروز به تداوم حبس این فعال سنفی اعتراض کرد مونیر عبدی با اشاره به 8 سال حبس همسرش نوشت ما در این مدت 8 سال زندان ظالمانه اسماعیل و دوری از خانواده و دوستان هر بار نوروز نزدیک می شود دلمان می لرزد که شاید با دادن یک مرخصی هر چند کوتاه مدت به طبان این روزهایی کنار هم باشیم اما در نهایت روز آخر سال این امید به ادامه داستان تلخ زندان می پیوندد. او در پایان این نامه افسوده برای خانواده های دادخواه زندانیانی که عزیزی را به ناحق در زندان دارند و همه مردم ایران در سال نو آرزوی صبر مقاومت و روزهای خوب در آینده ایران عزیز زمان دارم. اسماعیل عبدی عضو کانون سنفی معلمان تهران بیش از 8 سال حبس کشیده. اون به رغم حکم دیوان عالی کشور درباره ضرورت آزادیش همچنان در زندانه و دو سال و شش ماه بیشتر از حکمش در زندان مونده نرگس محمدی دیگر فعال حقوق بشر که در زندان اوین به سر میبره هم در پیامی نوروزی با اشاره به اعتراض های مردم ایران و احتمال سقوط جمهوری اسلامی نوشته پیروزی سهل نیست اما قطعی است این لحظه نیست اما دور هم نیست این فعال حقوق بشر در پیام خود از زندان اوین با نام بردن از جنبش انقلابی نوشت باید قدرتمون رو به هر شکل و در هر سطحی از بازنمایی اجتماعی در هر مکان و زمانی و با هر نشان و نمادی که استبداد رو به هیچ انگارد به رخ حکومت و چشم جهانیان بکشیم. نمادهای مقاومت و هیچ انگاری حکومت رو گسترده تر و همه گیرتر کنیم. نرگس محمدی در پایان خاطرنشان نشان کرد حکومت در مقابل ما و ما در مقابل حکومتیم. افسونی قدرت ما بی قدرتی حکومت و امید ما یعص حکومت و زندگی ما مرگ حکومت استبدادی است. پیش از او بهار هدایت دیگر زندانی سیاسی هم در نامه‌ای به مناسبت نوروز با اشاره به اینکه این, این هشتمین نوروزی است که در زندان اوین سر می کند نوشت ایمانم به پیروزی بیش از هر زمان دیگری است در لحظات تحویل سال نو پای سفره هفت سین نصف نیمه زندان می نشینم و یاد رفتگان بی برگشت امسال را در دلم زنده می کنم. یاد محسا، نیکا، سارینا و سیاوش، ابوالفضل و حمید رزا. یاد برادرانم خدا نور، فریدون، محسن شکاری، مهدی کرمی، محمد حسینی و مجید رزا رهنورد. یاد همه ای ایرانیانی که در حسرت یک زندگی معمولی به خیابان رفتند اما دست ناپاک دشمنان زن زندگی آزادی جان عزیزشان را گرفت بهار هدایت در نامش منطق ایجاب براندازی نظام جمهوری اسلامی را کماکان برقرار دونست و با اشاره به نامیدی خود پس از امضای توافق برجام گفت که آن زمان نیز به این فکر میکرد که دنیا جمهوری اسلامی را پذیرفت اون در پایان افسود اگر آزادی میخوایم مسیر اون از هر میانبری هم که بریم در نهایت بعض میان برداشتن جمهوری اسلامی و حذف اسلام سیاسی از ساحت حکمرانی میرسه نباید از نزاها، عدم توافقها و جدالهای ناگزیر ناامید شد چه اینها در وهله اول حکم پاکوب کردن مسیر دشواری رو دارند که پیش رو داریم اون چه مهمه و اونچه در ید اختیار ماست از ما برای آزادی و بازپسگیری ایران مونه. سپیده قلیان فعال مدنی که امید میرفت نوروز امسال رو خارج از زندان سپری کنه پس از آزادی چند ساعته باز به ایوین بازگردونده شد. خبرگزاری هرانا در گزارش اعلام کرد که اون یک شنبه 28 اسفند به بند زنان زندان ایوین منتقل شد. این فعال مدنی 24 اسفن ساعتی پس از آزادی از زندان در مسیر تهران به دسفول مجددا بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 29 زندان منتقل شد. یکی از نزدیکان این زندانی در گفتگو با هرانا اعلام کرد که سپیده به دلیل نداشتن کارت تلفن تا کنون با خانواده خود تماس نداشته و این امر به افزایش نگرانی خانوادهش درباره وضعیت او منجر شده. به همین علت تا این لحظه از اتهامای مطرح شده علیه سپیده قلیان خبری در دست نیست بازداشت اون پس از اون رخ داد که بر اساس فیلم منتشر شده از لحظه آزادی اون از زندان اوین مقابل این زندان شعار خامنه زحاک میکشیمت زیر خاک سر میده سپید قلیان سال 97 و در جریان حمایت از اعتراض های کارگران هفت تپه خوزستان بازداشت شد اون که بارها به زندان افتاده حاضر به نوشتن افنامه نشده و میگه خودشو گناهکار نمیدونه سپید قلیان شهریور 1401 اعتصاب قضا کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت بلا تکلیفش شد افشاگری های سپید قلیان در مورد آزار و اذیت های جسمی و تعرض در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی هم پیشتر خبرساز شده بود. زندانیان سیاسی و خانواده اونها در پیام به نوروز و تداوم خیزش و زن زندگی آزادی اشاره کردند و نوروز را در آن سوی دیوار زندان کنار عزیزانشان آغاز کردند. نوروز در کنار زندانیان این گونه آغاز شد اما در ویدیوی باور نکردنی از سقیز زادگاه محسا ما شاهد لحظه شیرین ترکیدن یک سردار حرومزاده سپاه بودیم بله از بین رفتن سردار شکمگنده سپاه توسط مردان قیور کردستان اما در تهران هم شاهکار انقلابیون مسلح در نیاوران دیدنی بود اما متاسفانه امکان انتشار این ویدیو را نداریم حتما خودتون با یه سرچ ساده شاهکار انقلابیون مسلح در نیاوران رو بررسی کنید و ببینید که جوانان قیور تهرانی با این سردارای سپاه و پوفیوس های بسیجی چیکار کردن و چه بلایی بر سرشون آوردن جمهوری کسیف اسلامی فکر میکنه که در آغاز سال نو مردم به فکر شادی و خوشی هن اما نمیدونه که پشت این چهره خندون خشمی نهفته است که میتونه هر حامی جمهوری اسلامی رو از پا دراره